بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و من باشیم بینندای خوب نازنین هم وطنای گرامی خداوند شما رو در پناه خود داشته باشه اجر فراوان نصیب کل ما و شما کند توان خدمتگذاری بر کل ما و شما به که هم دیگه خود کمک کنیم وطن خود رو بسازیم در راستای معارف کشور و آموزش هم وطن خود از هیچ تلاش دریغ نکنیم از تعقیب برنامه های ما از شما سپاس هستیم از پیام های خوبی که میمانین خورسند هستیم و ای که در زندگی شما مفید واقع شده باعث افتخار ما است و در پهلوی درس های مکتب در پهلوی سیمینار ها یکی از کارهایی را که آغاز کردیم تشریح کتاب بود که خواندنش برای هر کدام ما ضروری بود که بدون خواندن شوندن شنیدن از این کتاب از ای جهان رفتن دگه بد است کتابی که قبلا خدمتتان تشریح کردم انسان در جستجوی معنا کتاب فوق خوب بود و آرزوی قلبی ما است که هر افغان ما این کتاب باید یک بار یا بخوانه یا امید ثبت ما را بشنوه کتابی که امروز خدمت شما ارائه می کنم در زندگی هر کدامتان میتونه یک طوفانی از موفقیت برپا کنه یک, یک انفجاری از موفقیت کتابی که گاندی در موردش میگفت که اگر مردم اندوستانی کتاب بخونه دیگه فقیر در اندوستان باقی نمیمونه بیاین ما امور نقل قول کنیم اگر افغانی کتاب بخونه و در زندگی خود ازش استفاده کنه فقیر در افغانستان باقی نمیمونه کتاب است که اصول موفق شدن در کاربار و زندگی بر ما نشان میته. از پرفروشترین کتاب های تاریخ است. تینک انگرو دیچ. بیاندیشید و سروتمند شوید. نامش هست بر شما. کتابی که تاست ناپلیون هیل نوشته شده. نویسنده امریکایی. فکر کنید. یعنی قدرت فکر کردن بر ما یاد میده یک ما صبح تا فقط قدرت فیزیکی را استفاده میکنیم اما خوبترین نیروی خدا بر ما داده که قدرت فکر است که باید بیشتر از قدرت جسمی ما استفادهش کنیم زیاد ما نمی کنیم اما این کتاب همین ای قدرت رو یاد میده تنک اند گروتج بی اندیشید فکر کنید و ثروتمند شوید با فکر کردن ثروتمند شوید راههای های خوب پیدا کنید ان شاء که از, از این کتاب لذت میبریم کتاب قبلی را خوب خط به خط خواندم و چون یک مقدار کتاب تخصصی بود بر بعضی ها شاید کمی خستهشان می ساخت ولی شما قهرمانی کردین گفتیم پشت خستگی نمی ولی اون کتاب گوش می کسایی که رو نشنیده بشنوه این کتاب دیگه جالب است قصه آدم های موفق است و خستام نمیشین و چیزای زیاد هم یاد می گیرین و آرزو دارم که این کتاب بر دیگه دوستایتان معرفی کنین و هر کتابی را که شما خودتان هم خوش دارین بگوین صحبت میکنیم و تا کسایی که در بینتان پول داره امکانات داره آجی سایب هستن تجارتی دارن, تجارت دارن، امکاناتی دارن برنامه را کمک کنن کمک مالی چون از توانی یک فرد بالا است ممانه تمام آیدی که در جریان ماین خانه میداشته باشم کل شب میپردازم مصرف میکنم برای ثبت و ادت و نشرزی کتاب با بنوان شما هم میتونین مثلا اسپانسر شوین یک کتاب فرض مثال به نام شما میره فلان آجی صاحب یا فلان آدم خیرندهش خواسته این عکس ای از یادم ای اینی ای کتاب به افتخارش تشریح میکنیم در یوتیوب اس از کل یا میخوایم برش دعا کرده بردم پایین کامنت ها خودشان بینه خوش شوه بهترین خدمت و زکات برای وطنتان برای مردمتان اینه می کار است من هرچند کسی کمکم نکنه تا آخرین لحظه تلاش خودم میکنم ولی یک درس دارم که بنابر مشکلات مالی بعضی وقت نتونیم. برنامه را ثبت کنیم دیگه یک برنامه میلیسی برنامه هیچ وقت برنامه ما فکر نکنین برنامه افغانستان شمول از جهاد علم است یک تعداد دوستا کمک های کردن خانهشان آباد و هر کسی که لازم دید که کمکش نامش هم میگیم ما خوش میشیم که از خوبی یک انسان یادآوری شود و انگیزه باشه برای افغانای دیگه که کدام وقتی یک کسی شروع میکنه کار خوب به کل ما دست به دست بتیم کمکش ما کنیم ما متاسفانه کار تیمی نمیکنیم یک مکتب مثلا شما شاید هستین کدام مکتبی را از کمک افغانا مردم بگه این مکتب ساخته باشه هیچ سراغ نداریم تا یک چیزی را در افغانستان که یک مکتب توسط امکانات مالی مردم پیش بره و بر مردم خدمت کنه بنان امی ثوابا را بین از دست برنامه علمی را کمک کنه. دوستای نازنین گوش کنین بیاندیشید و شروع میکنم کتاب به نام خالق که بر انسان توان اندیشیدن آفرید قدرت فکر آفرید و این کتاب کوشش کنین به گوش هر افغان به دسترس هر افغان برسه حتی بعضی برین از کتاب فروشی ده تا از کتاب ده جلد بخرین بر ده نفر نو نفر بتین یک تشام خودتان بخوانین زیادتر خریدین چون خوب بیترین توفه است بیترین توفه ما توفه میبریم یک دسته گل ما توفه میبریم یک ظرف چند تا گلاس ناشکر خوبترین توفه کتاب بیندیشید و سروت من شوید است ببرین بر دوست رفیقتان یادگار میمانه و اگه خان زندگیش تغییر میکنه یک گلاس چای در گلاس مادم خورده میتون متوجه گپ مستین بناهن رسالت های خود باید ما و شما باشیم گوش کنین در پیش گفتار از این کتاب چی میگه؟ بیاندیشید و من شوید از جمله مفیدترین و نافسترین کتاب های زمانه ای ماست که راه دستیابی با موفقیت رو نشان میده هدف از این کتاب چیست؟ راه موفقیت نشان ما میده از این کتاب در سیمینار پینجا گام موفقیت هم برتان یادآوری کرده بودم آرزویم بود که یک روز کتاب تشریح کنم دمو سمینار رو وعده کرده بودم شکر خدا که این فرصت رسید که تشریح میکنم برتان موفقیت در کسب مال سروت و رسیدن به تعالی روحی و روانی که یکی از یکی با پول قابل گیری نیست این علاوه که دسترسی به مال و ثروت یاد نه تعالی روح و اندیشه و روان هم یاد ما می تکی قسمت قسمتش با پول نمیتونیم برابر کنیم با پول نمیتونیم بخریم بسیار پول دار اما تالی روح نداره تالی روان نداره انسان است که از نفرتش میه نفرتت ازش میه بنان این کتاب تنها دنبال پول میگه نیست بر ما انسان شدن هم یاد میده خب اگه ای از پیام انسانیت نداشت دیگه کتاب ها میگم ولی از امی کمی پول و یاد بگیرم بسیار کمک کننده است این کتاب چطور نشته شد این کتاب دوستای نازنینم ناپلیون هیل نشته کرد با فرمایش اندرو که هم خود تجارب اندرو, اندروکارنگی را که یک انسان خیرندیش و بزرگوار بود که بعضی ما همی آدم اولگوی خود قرار بتیم هم از دیگر سروتمنده 500 سروتمند آدم موفق زندگی نامیشانه خواند و کارایشانه برای ما گزارشاتشان آورد دیگه بناهن این بهترین کتاب است این ناپلیون هیل برشته تحریر آورده یک تعداد در وطن ما باید اندرو کارنگی شویم یک تعداد ناپلیون هیل شویم برم وطن خود پیام برسانیم کارنگی نه تنها شخص شخصا یک میلیاردر بود بلکه با افشای رمز ثروتمند شدن خود به میلیونر شدن بسیاری کمک کرد انسان بزرگ اینا تو می باشه کارنگی خودش میلیاردر بود اما رمز میلیاردری رو پیش خود نگاه نکرد یک تعداد ما قدر بخیل و حریص هستیم نمیخوایم یک چیز ریاد داریم کسی یاد بگیره نه این روشار بر دیگران یاد داد گفت بیا درا بیا این سایک مردم خدا یاد داد و به خاطر امروز امریکا گپ اول جهان میزنه ای کاش افغانای ما چیزی که یاد داره پد نکنه از مردم افغانا بیا این راهی موفقیت است این راهی یادگیری است این راه رشد است این راهی تعالی است کشور انقلاب میشه کشور رشد میکنه این می سایکو سوال اگه در می میگه چرا امریکا آمریکا و نیستیم؟ چور ما نیستیم چرا کل ما یک دفعه روزی مسیح خدا ما امریکا برام؟ چرا میگیم کاش که امریکا به دنیا می امریکا چیز خودش نداشت امریکا از برکت انسانای بزرگش که وقتی رمز موفقیت یاد گرفت اعلان کرد امریکا یا این رمز موفقیت و کلش به کار برد کلش شده موفق یا اکثریت شده موفق گپ اوله باید در جهان بزنه انسان بزرگ مچ یک چیز بود میکنیم بله به خودم کسی را خبر نمیکنیم چقدر دنبال علم هستیم همه امروز شما تصور کنین در مقابل هر برنامه علمی از آرها برنامه غیر علمی و مزخرف و ریشخندی و تمسخر جور میشه و هفصوز گپیست که برنامه علمی اینه بیندشید شوید شویده بنداز یک هزار نفر حاضر نیست ببینه برو ریشخندی که خیلی خندی که ده میلون افغان میبینه و این شرم است برای هر افغان بخاطر نمی اون برنامه ما رو ببینین صدقی سر تا نبینیم کتاب نمی بینیم نگفتیم برنامه جمشید بفرمایید ببینه نه کتاب بیام دیشه ثروت من چوید ببینین اما نمی بینیم یک نفر دیگه میره قط قط حالا ریش خندی کیس خزک سرش نوبت نیست و با سوال به ذهن نمیگرده که چرا افغانستان حالش خراب است حال افغانستان از ویدیوی یوتیوب شما معلوم است که چین و برنامه را میبینه وقتی در یک وطن برنامه خیلی خندی بیننده داره برنامه ایه. علمی بیننده نداره در دا مقابل هر برنامه علمی 500 تا برنامه غیر علمی در بازار میه ویدیوی خراب میه رشخندی میه خیلی خندی میه خب موفقیت از وطن خاندگی است رفتگی باید در وطن نان چور بندازن باید وطن فقیر و بیچاره باشه باید وطن خراب باشه باید را بند کنه بلند منزل خدا باید بزر سرک خدا, خدا خراب کنه چون بیاندیشید نیست نیاندیشید از در اینجا اینوانای کتابای ما شما نیاندیشید نیندیشید و گدایگر باشید تفاوت است ببینیم بزرگی را. کارنگی رمز موفقیت خود بر دیگران گفت رمز ثروتمند شدن افشا کرد و بسیاری را میلونر ساخت سوای کار بر علاوه کارنگی حدود 500 نفر از اغنیای جهان رمز موفقیت خود را با ناپیلون هیل در میان گذاشتند 500 نفر دیگر شروع را کارنگی کرد ناپیلون هیل نویسنده بود ناپیلون رابیلون هیل نویسنده بود نویسنده بود دوستای نازنینه و چی کرد؟ وقتی نویسنده بود ای قدرت نوشتن داشت کارنگی موفق بود سرمایه داشت گفت او بیادر بیا موفق سرمایه از ما نوشته از تو ما چند نفر دانشمند خود کمک کردیم که بگی سرمایه از ما کار است ای تو ایتو گفتیم نه ما این کار نگفتیم ای آدم گفت سرمایه از ما و امی نوشتنش از تو اطلاع رساندنش بر مردم سر خودت یوم گرفت شروع کرد شروع کرد کار کرد و کتابی که امروز اینه ما و شما میخوانیم میخوانیم در دسترس مردم قرار گرفت و از این کتاب امروزه ببینین استفاده میشه در جهان ما میخوایم یک مختصرا پیش از این کتاب توضیح بتیم یاداوری از امی دو بزرگ مرد چوه که اینا کار کردن و ما نتیجه کارشان میخوانیم گوش کنین اول امی کارنگی را یک کمی بشناسیم بس پس سر بحث خود میریم اندرو کارنگی د و به دنیا آمد د ن رفت 19, 19 روز استقلال ما سرمایدار و سرمایه دار و نیکوکار بود نیکوکار بود برای که سرمایهدار بود سرمایه زیاد مردم ها شاید داشته باشه اما نیکوکار نیستن مخصوصا ما و شما سرمایه زیاد داریم از اسکاتلند بود او بنیانگذار شرکت فولاد کارنگی بود یک شرکت جور کرده و فولاد کارنگی کالی او به نام فولاد ایالات متحده یا یو اس استیل مشناسن ای یادم سرمایه گذاری کرده و شرکت تولید فولاد داشت کارنگی بیشتر ثروت خود را صرفه آه سبر تفاوت مردم ما سرمایه دار ما را با سرمایه دار از اونا بینیم با مو خاطر بفهمیم بفهمید چور ما در وضعیت هستیم چور اونا در وضعیت هست سرمایه ما را بخوانیم چی؟ با خود قصر مجلل جور کرد بیستا موتر شسی خرید رفت سر رخواست در دوبای پول پاش داد کتش مواد مخدر مصرف کرد کتش ظلم کرد سر مردم خود این سرمایه دار اکثریت تصویر سرمایه ماست اما کارنگی بیشتر ثروت خود را صرف تاسیس موسسات سودمند همگانی کرد نه بینی ما مسلمان هم هستیم مسلمان هم نبوده و توخ به خدا باور داریم یعنی از ما که هیچکس باید کل پول خود ما باید در راستای خیر مصرف کنیم ای کات ای کار وطن اینم اینا امریکا روی مرد ما امریکا ساختو بیادر امریکا خودش دستک اگ نزد بیادر ما آمریکاست نام مردمش ساخت تفاوت ما رو موساد سودمند دمگانی مانند کتابخانه جور کرد چند تا کتابخانه جور کردیم ما شما از پول شخصی خود کردیم؟ نکردیم خیر هر وقت کتابخان بودی نشتی کتابخانه کتاب خاندن داشتیم من مقدار کتابا دارم بیاییم ببریم بخوانیم بیاین بیاین نمی کتابایی که ثبت میکنیم دک فلش بگیریم 50 افغانی 100 افغانی هر چی دادی پولش نگاه میکنیم یک کتاب دیگه خریداری میکنیم برای کس کمک میکنیم بگی داری جرأتش شنی خیر نگو اوه خدا چرا سر ما خیر سر کی سر امریکایی که تو دانشمند داره ای تو سرمایه دار داره ای تو آدم نیکو داره باید سر از او نه خداوند رحمان و رحیم است در دنیا سر کلگی مهربان است قانون وضع کرده در دنیا گفته اگر پول در رای ساختن وطنت مصرف کردی در رای خدمت به علم جور میشه میگم بیا و من در در سای مکتب ثبت نکنم تنها ماندیم هیچ کس حاضر نیست نرایگان ثبت کنه بیا کتما نه کمک مالی کنه نه هیچ و نفر تنها میشه کل وزارت معارفت کتی میلیون ها دلار بودیجا واید نتانستن حق به تنهایی کجا برسانه مو خود نمیکنه تو شاگرد عزیز مکتب ویدیو رو دیدی نه ما برای درس سب میکنم بهترین بیولوژی درس میتونم مندازم صد نفر آذر نیست ببینه درس ریاضی مندازم صد نفر آذر نیست و کل من فشار مالی فشار مالی فشار مالی کجا گمستی پول خودت کتابخانه خانه جور کرد مدرسه و مکتب جور کرد پانتون پا جور کرد یعنی پانتون پا ملون از همی آدم است و افتخاراتشان نمیست میگه در شرق وقتی تاج محل جور میکردن ما در غرب پانتون آکسفورد جور کردیم و او خاطر و ما شما ماندین تماشاگر ما رسیدیم به قدرت جهان فرق دمیست چند نفر سرمایه دارد پانتون آه نه استاد پانتون های شخصی جور کردن فقط به خاطر پر کردن جیب آیا جور کردن که اینی پانتون رایگان در خدمت نابغه های افغانستان برین سر تا سر ولایت امتیان بگیرین لایقه را بیارین این لیلی هم فیس نیست درس بخوانن دمی پانتون پس استاد شوند درس بتن یاد بتن کسی؟ کده کسی؟ نکده او پانتون ها خاطر پیس سفید یا پول خود خواستن سفید بسادن پولای رشوت ارام و اینا را یا جور کرده بودن که پول زیاد بگیرال خفن نسازم که نگوید نه یک انگوش شمارش است پانتون پا جور کردن ولی تو کسی نشد در بین ما پیدا که بگی این پیسه لله فلا خواست به خاطر خدا ای بگیرم پانتون پا جور میکنم از سر تا سر اول نمره را جمع میکنم کسایی که مخصوصا امکانات اقتصادی نداره اولاد غریب هست اولاد یتیم هست بیایید درس بخونید نکردیم کتابخانه چند تا داره چند تا کتابخانه شخصی که کسی جور کرده باشه خودم از پول یک گلاس چای ما روزی خودم است پول بده بس بریم یک کتابخانه جور میکنه هر کس یک کتابخانه یک گلاس قهوه سر میزش میمونه میماف بر کتاب بخوان پول پیدا تا یک جایزه بهترین کتابخانه سالام جایزه میتا همو نکردیم در عمر خود سه هزار کتابخانه عمومی جور کرد ای زنده باد کارینگی دوستت داریم ما بر توی ایتران داریم آجی که رفته اج کرده پس آمده مار رفته اج آمده که هنوز هم مار احتکار میکنه که قیمتش بالا بره از او که در ما دوست داریم من شخصا دوست دارم شما رو نمیفهم کارنگی ها وطن هم میسازن خودخواه ها نمیسازن شیر به یادم خر ایسا را و مکه بردن دریاشتن پلیدتر شد و وقت اگه انسان خوب نباشیم پایده نمیکنه حج ما حج عجب باید ما خوب بسازه بگویم اینه مزج آمدم پیسی یک اجام کتابخانه جور میکنم کدیم سه هزار کتاب خانه جور کتی آدم تو رو میگم بیا یک مضمون کمک کو یک کتاب کمک گم به من نکو یک نفر دیگر خوش کنین بگین بیا در همین تو سخنرانی های خوب از دمی وطن بگی بر تو کمک میکنیم بریم کل مامور کمک کنیم ولی یک کاری خوب باید بکنیم 20 تا معلم نخبه را پیدا کنیم اعلان بانیم آجی سایبا جمع شد بگوی های نخبه بیاین ما ماش میتیم تا بگیریم به وطن در ثبت کنین یادگار میمانه مردم استفاده میکنه نسل در نسل استفاده میکنه اما گم هستیم این اینجا تفاوت های ما با دیگران این اینجا ساختن غرب و خراب شدن ما این که معادن ما رو ما اونا باید ببرن یورانیم هم طلا را نفت هم, هم، آهن آجیگه کلش خوراک از اونا باید باشه برای وطن خود تلاش کردن ما فقط فقط جیب شخصی خود دیگه تانستیم کل توجه ما همه قبول تو سر که نگوی بیخی انسان بزرگوار خوش آدم کارنگی بیشتر از ثروت خود را صرف تاسیسات موسسات، سودمند همینجا پیش از که باید تمام پول خود یک اک... دفعه چشم تبسته کو است تجار خودت او میگه پولای خود مثلا بر اولادایش موترا یک دلاری خریده بود چکرها میزدن او حتی دزیرت نه این کارا نکده. کارنگی بیشتر ثروت خود را صرف تاسیسات موسات سودمند همگانی 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 شخصی نه مانند کتابخانه و مکتب بود پانتون کرد دانشگاه ها جور کرد مدارس جور کرد وای در مدت عمر خود سه هزار کتابخانه عمومی مانند کتابخانه مرکزی سیاتل هم اه ازمیست تاسیس نمود کسایی که امریکا هستیم بریم ببینیم چه کتاب های جور کرده باشن این کتاب ها در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا، انگلستان، نیوزلند، اسکاتلند و در فیجی با صرف بیش از 60 میلیون دلار کتاب خانه ساخت نوش جانت نوش جانت. اگر به دوای ما میشه خداوند جنت ببرید میشه به خداوند دقیده داشته باشه خب به کدام ادیان دیگه بوده باشه خداوند کمکش کنه بره بهشت اگر بهشت نمیره بنابر باورای ما و شما هر چی کس گرچه خداوند میفهمه وعده خداست کرد چی ولی بر وطن خود و مردم خود همینجا شام داد نمونایش و در اختیار عموم مردم قرار گرفت او امین طور 350 میلیون دلار صرف ساخت اماکنی همچون تالار کارنگی تالار جور کرد چند تا تالار سخنانی جور کردیم حمایت از برنامه های فرهنگی او تلاش زیاد برای گسترش سال در جهان نمود تاسیس دادگاه بین المللی لاحت در هلند یکی از فعالیت‌های او در زمینه سال جهانی است دادگاه بین جور کرد با توجه به علاقه وافری که به شهر زادگاه در اسکاتلند داشت مبلغ انگفتی از ثروتش را صرف ساخت و ورزشگاه ها و سایر مکان های فرهنگی و هنری در آنجا کرد <تصفح> ما چی جور کردیم نه فقط پانتونای پا دولتی رو به نامای پدر خود بزن به نام خود بزن میدان هوایی رو به نام خود کو خودت چی کردی خودم بر خود شهرک جور کردم در کجا در دبی در ترکیه بلند منزل خریدم <تصفح> بزرگی از ما ندیدی نگفته که در ترکیه بر خود خانه خرید از پیسی مکتب مکتب خیالی جور کرده بود ایست تفاوت ما و بزرگای دیگر ها یاد ما باشه اینا یک روز شاید یک تان تحقیق کنین یک چیزی کار تحقیق چرا افغان ها پس ما چرا غربی ها پیشرفت کرده یادت باشه یک نمونه شما برات گفتم همچنین بسیاری از شاعران نویسندگان و دبا و مقین برای انجام کارهای فرهنگی و خود از کمک های و بهرمند شدند چند شایه تا پول دادی متاسفانه یک کسی دکتر ادبیات داره دکترای ادبیات شاعر است ده یا آخر در فیسبوک کتابک های خودم میگه از فقر کتاب خودم مفروشم کتاب خودم مفروشم که شکمم گرست نمونده کدام کسی پیدا شد که بگه او شاعر نفروش کتاب تا چرا این پول بگی؟ نه کدام دانشمند تا کمک کنی؟ کل دانشمندای د فقر به سر میبره نهایتا که کده باشین یک بوکسر پول میتین کل جوانو میخوای بوکسر شوه یک دانشمند تا کمک کلیگی میخوای دانشمند شوه نیستیم ما برنامه لوچکی و پچکی باشه اسپانسر شو میشیم خود ما ماجیستیم تولیدات خود دمو اعلان میکنیم یک برنامه علمی که از جور کنه تو اسپانسر میشین نه من مکتب خانگی در یکی از تلویزیون تلویزیون طول جور کردم یک ماه که را را می دادن مای دوم امور هم ندادن. ولی ما حاضر بودم رایگان برم اما برنامه را نه کسی کرد نه برنامه را تقیب کردن در سریازی می دادم کلیگی زنگ که ما در خانه یاد میگیریم گیریم از اما نخواستیم دیدین؟ نمی تا با بای ما بگوید برین بهترین تلویزیون یک ساعت تلویزیون ما میخریم، درس مکتب بتین برنامه روانشناسی بگیرین برنامه موفقیت بگیرین میتونیم، اما نمیکنه کن بای ما نه برای ناجیس های بای ما یک برنامه لچکی جور کو انرژی خود انرژی درنگ خود ایلان کرده بتانه. تولیدات خود اعلان بتانه در او میتانه اعلان بتانه در برنامه علمی نمیتونه میفونی این کایت وطن ماست شکایت هم فکر نکنین گلا فکر نکنین این کایت ایکی جریان داره این بر تو میگم جوان هو آجیر مادس ششتیم ازش من یک سال است این موجی با کجاستی هیچ کس پیدا نمیشه کلگیش نکردیم. تو جوانی که یک روز میرسی پول خدا برد میته امتحان داره پول که در کدام راستا مصرفش میکنی غیر رای علم و ترقی مصرفش کنی ارام کردی پول از تنها از پیدا کردن پول از ما پرسان نمیشه از کجا پیدا کردی از نو مصرف کردنشان پرسان میشه او معتقد بود گشک کو گپ انسان بزرگ او معتقد بود هر فرد ثروتمندی که با نشان دادن شایستگی هاش ثروتش را از جامعه به دست میارد بایستی بخش مازاد بر نیازش را به جامعه برگرداند تا بتوان صاحب جامعه بهتر شود میگه وقتی پول به دست آوردی هر چقیش نیاز خود بود باقیش بگردان به جامعه جامعه را رشد جامعه تا بهتر بساز واقعا انسان بزرگ است کار اینگی دوست دارم چقدر دل ما چنگ زده این انسان چون ما من تا ها دارم پول گیرم نمی که کارا کنم با گفته ای او این جمله چی میگه از این که جمله بالاتر داره مردی که سروت من بیبرد بیابرو مرد است هر کس پول مرد بعدش پولایش میراسمان به اولادش اولادش از خودش کرد که تو پول و چکی و, و بیابرو مرد مردو است در جریان زندگی پولای خود در راه خیر وقتی چشم بسته میکنه وقتی مرگ از صد تا مکتب ساخته پانتون ساخته کتابخانه ساخته شیرین جان میته روحش پرواز میکنه با آسمان آسمان که زمینه میبیند جای خیری که ساخته چقدر لذت میبره <تصفح> مجی ش شپت کنی میروسایم علاداچطور تاکسی میگن داوام زدام میرن که چربام به موند با ما به موند با, با ما خانی مفتشانه موند با اودا ترکیه خوانداد درمداد خمستون خوانداد این تازه آن دخترای مالی تانو ارگذر با باز ماندگان تان نسب برد از ازیاد ماست چون بر روی پای خش نخوان توانسته استات بان که میگو علادا پای خودش استاد شد تسرع علادا درس بخون علادا ترور رنیشان بته یک سرپنا برش موندی دیگه بمب بپای خودش استاد چه آتل با آتل نسازی شد و علادایی که تو با پولای بی جای میمانه غرق متاد منحرف باید و بنیاد نیز و ما چون اقبت بر خلاف خواستایتان عمل خواهد کرد سروتتان را خود وقف کنین به عنوان بخشش و صدقه نه نب... نه به عنوان بخشش و صدقه نان خوش نتین بلکه به عنوان هدیه به مؤسسات عمومی که در خدمت بشریت میکوشند این توصیه زیاد بود یک کمی شناخته میشه دیگر انسان بزرگوار بود هرچند باید زیاد در موردش بگیم ولی بس است این یک ای از این بزرگوار هست اینم این آفرین آفرین نازنین است ای نام در تاریخ مانده بده در کشور ما که یاد میشه در کشور خودت چی بزرگ آدمی هستی دارایی خالصش 398 میلیارد دلار در 2014 بوده ای کمک که بایدش که یعنی مثلا در این وقت هم حتما در بانک ها بوده سر پولش کار میشده اینا قسم مثل که یک حساب باکی به نام حضرت عثمان است نیک پول خدا وقف کرده بود یا باغ خدا یا چاهی را به وقف کرده بود باز داستان از او را برتان خواهد گفتم یک روزی او پول هم تجریان کرده رئیس مثل نوبل نه که پول خدا جایزی نوبل است کسی بود که دینامیت است وقت آخر یک روزی او داستان ها دیگه زیاد میاد این در وقتش خود گفتم یک روزی برادرش فوت کرده بود مردم نفهمیده بود خیال کرده بودن خود از این مود نشته کرده بود قاتل هزارها نفر از این دنیا رفتی آدم شرمید کل پول خود برد هر چند دینامیت به او خاطر جور نکرده بود مواد انفجاری نه گلیسرین هم برای نایتریک اسید تامل داد ترای نایترو که ماده انفجاری بود ساخته از فروش زیاد بود بعد از ولی در آخر کل پول خود وقف کرد که روزه جایزه نوبل میتن خب کتازی آدم کمی شناختیم نمونه امضایشون بوده که اینجا ندارم بر چیره شمزایش است. شهامت اما هیل کسی که کتاب نوشته کرده. او آدم کمک کرده ناپیلون هیل نوشته کرده. ناپیلون هیل در 26 اکتوبر 1883 به دنیا آمده در 8 نومبر 1970 وفاد کرده. نویسنده امریکایی است که یکی از پیشگامان سبک مدرن ادبیات موفقیت شخصی بود یکی از معروفترین آثار او بیاندیشید و ثروتمند شوید یکی از پرفروشترین کتاب های جهان است ناپلئون هیل 26 در 26 اکتبر 1860 در ویرجینیا آمریکا چشم به جهان شد ناپلئون هیل از پیشگامان فلسفی امریکایی در زمین رسیدن با موفقیت فردی در واسکانتی ایالت ویرجینیا و در منطقی به دنیا آمد آه گوش گوش چه رقم جای به دنیا آمد در ناز نعمت نه از موتو که جای خراب جایی به دنیا آمد بی سوادی و خرافات در اونجا بیداد میکرد پدرش آهنگر بود خانه که در آن متعال شد اتاق کوچک در کناد رودخانه پراد در منطقی وایسکانتی ویرجینیا بود و هم اعضای خانواده در خانه که یک اتاق بیشتر نداشت کوچکترین توجهی به نظافتش نمیشد زندگی میکردن این ها پلینیل از بین د... تلا سر بالا نکده در خانه فقیر در یک اتاق کلگی در مو اتاق بین پدر آنگر شرایط خراب به دنیا آمده ولی دنیا را لرزانده خود از این که پول سرمایه به دست آورده باشه که از کتابش مردم میلیون هاد اکثر آدم های موفقه ها ببینیم بی میگه من کتاب بیاندیشت سروت من شوید زندگی من تغییر داده از این لحاظ خانی آنها برای همه ساکنین منطقه شناخته شده بود بسیار ریانی خانی کو نداشتن خانی موتو زبان زرد ها خواست نیست که چه خانی خرابی داره نه تو از, از, از تو جای تو ناز میکنی و چی گلم بعضی وقتی ای والا نیست چرا من به دی... امریکا به دنیا نمیدم تلاش کو بچه تلاش کو به هر صورت دوستای نازنینم دوران کودکیش علاقه به مطالعه کتاب داستان داشت خلاصه نویسی داستان ها را میکرد سایکو از خوردی در سیزده سالگی خبرنگار شد و با پولی که از خبرنگاری به دست می آورد تحصیل خود ادامه داد خودش پول تحصیل خود پیدا می حقوق خواند و بعدش هم اونه به کمک پیشنهاد با, با, کیا دیده با توماس ادیسون هم از نزدیک دیده با گراهام بل هم از نزدیک دیده با انری فورد هم این ام موترهای فورد نه؟ با این از نزدیک رفته مصاحبه کرده با ویلیام جنس براین مصاحبه کرده انسان های بزرگ هم ده. راز موفقیتشان جمع کرده یک کتابش قوانین موفقیت است یک کتاب دیگهش دینامیت مغزی یک کتاب دیگهش قوانین طلایی هیل است این کتاب زیاد داشته حتی رئیس جمهور روزولت از پیشش مشوره می گرفته. رئیس جمهور موتو آدم های موفق میشناسه هیچ چیزی هی کس نیست که این بچه زحمت میکشه یا آدم هم تلاش میکنه هیچ اینجا چهار تا چاپلوز دور خود جمع میکنه اما این سیکو ای از این مشوره میگرفتن خو در نزده شست کتاب علوم موفق نشد سی میلیون جلدش فروخته شد اینجا کتاب نشته میکنی خود تاوان میتی من کتاب رازای زندگی را جلد اول شنشته کردم دویش دیگه نشته نکرد مرکز زنگ میزد جمشی جان ازم کتاب بیار گفته نمیتونی سو به کتاب از نه اسمت بچه پیش کرده من خودم میرفتم او را دونیم ست میخریدم بر از او میبودم میخواندم یا نمیخواد یک نفر پیدا نشد که جمشی بگی این پینجا هزار افغانی را برو جلد دوشه چاپ کن من گفتم جلد دوش تو بیم باشه چاپ کنم تا جلد اول قطاوان کشیدم جلد دوش قطاوان بکشم کتاب بیخی بدن شد این کتاب سی میلیون جلد کتابش فروخته شده باشه یک یک دلار برش مانده باشه سی میلیون دلار مانده یک کتاب دقیق خدا بودم چند دلار برش در کتاب میمونده آفرینش و این یادم هستم این ناپلیون هیل است دوستای نازنین کتابی که خدمتتان بیان میکنیم بی اندیشه و ثروتمند شویده همین یادم تنظیم کرده یک کمه که معلومات در قسمت از این دو دانشمند برتان داشتم یادم آمد گفتم بیاین کمی رو بی بهره نشیم ما و شما خب آلی شما یک کمه که گپه گرفتین که یک کتاب با همت کارنگی و تلاش ناپلیون هیل دست به دست هم میته یک پولدار یک دانشمند یک پولدار دانشمند کمک میکنه میگه من دانش نوشتن ندارم دانش مصاحبه کردن ندارم ولی من پول دارم بگی پول بگی یک میلیون دلار فکر میکنم کارنگی به ناپلیون هیل داد 20 سال گفت برو مصرفت کار کن خودش هم چون سرمایه دار بود تا آدم های موفق کلش شمارایش گرفت برشان گفت که من یک نفر روان میکنم امرایش مصاحبه کنیم گرفت مصاحبه کرد جمع کرد کارا را یک جای کرد تلاش کرد یک چیزی از جور کرد که برای کل مردم خود رمز موفقیت نشان داد میلیون ها نفر در سر تا سر دنیا از کتاب پولدار شدند تو می قانونا را عملی کو ببین پولدار میشی تو میتونی که موفقیت به دست بیاری بنان ناپیلون هیل چی کرد رمزای خود کارنگی را برش از خودم گفت که نی در این کارهای من رفت با 500 نفر دیگه مصاحبه کرد و ناپلیون هیل چی یک عمر تحقیق کرد بررسی کرد تا پیام اشخاص موفقه به گوش دیگر را برساند هزاران نفر از این کتاب استفاده کردند. و کتاب بیانده شد من شوید برای ما میگه موفقیت زمان و مکان نمیخواید قانون های شمالی که در هر جای باشی در افغانستان باشی در امریکا در کابل باشی در بامیان فرق نمیکنه اصول عملی کو تو میتونی که موفق شوی میتونی که دنیا را تغییر بدی میتونی وطنت را تغییر بدی گوش کنین ناپیلون هیل میگه میگه دوستی های که دوام پیدا میکنه مناسبات خانوادگی موزون یعنی آلت خانوادگی خوب باشه احساس درک هم میان همکاران نعمت بزرگی است که به آرامش ذهن میشه میگه چی سبب امی آرامش ذهنی میشه یکی دوستی هایی که دوام داره دوست خوب اگه داری آرامش ذهنی برد میده مناسبات خانوادگی تگه خوب باش آرامش ذهنی میته، سر خوب اولاد خوب نعمت خداست قدر رو و و درک همدلانه میون همکارا همکارایی که دیگه خود درک کنه تقویه کنه علی خود دست نسازن این میگه سبب آرامش میشه و این تنها میگه توست ارزش های معنوی و روانی بدست دست با پول بدست نمیاد این آرامش بعضی ها بعض یا پول داره اما بدبخت میگه فلسفی مندرج در این کتاب شما را برای رسیدن به این معنویات آماده میسه میگه کتابی که ما براتون میتونم تنها پول نمیخوایم به دست بیارین میخوایم شما را خانوادی خوبم داشته باشین همکارای خوبم هم داشته باشین آرامش ذهنی هم داشته باشین رشد معنوی هم داشته باشین کل از اینا در این کتاب میگه شامل است آماده باشید استفاده از است. فلسفی بیاندیشید ثروتمندترین زندگیتون میگه متحول میسازه دوستای نازنین به نظر ما برنامه اول همینجا توقف بتیم سخن با خاننده را در برنامه دوم خدمتتان بیان کنم که شما هر قسمتی را که سرش گپ میزنم هم فرصت تفکر هم فرصت عمل کردن و هم انتقال بر دیگر را پیدا کنیم دینی که بر شما داریم یه که انتقال داده برین پیامه بگیرین به نام خود بگوین خودتان برین در برنامه ها از طرف خود بگوین مقصد برسانین پیام برسانین همین خبر کنین هر افغانه که موفقیت را داره موفقیت پول دار شدن پول حلال به دست آوردن رشد کشور با هر افغانی که سرمایه دارتر شد کشور میشه البته این سرمایه داری نکه جیب هم دیگه بزنیم در راستای ارزش های اخلاقی و اسلامی تجارت بزرگ ما مکروی کنیم ما در سطح کشور خوب باشه پول بیه به این کشور کشور آباد شو از مدن خوب استفاده شو از آب و خاک و کلی چیز ما میبید. ما خوب صادر شو این چیزا رو یاد گرفته بریم اینا روش داره روش داره تشکر که برنامه رو بینیم زنده و سلامت باشین تا برنامه بدی خدا یار و یا